دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت ایران در 40 سال گذشته با حمایت همه جانبه و پذیرش بیش از 3 میلیون مهاجر افغانی حسن همجواری و حق همسایگی را ادا کرده است. آقای شمسانی افزود انتظار داریم مسئولان این کشور نیز با وحدت و همدلی اجازه رخنه و پیاده شدن نقشه های شوم بیگانگان را برای ایجاد اختلاف میان دو کشور را ندهند. آقای عبدالله عبدالله نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان، گسترش روابط با کشور دوست و برادر ایران را از اصول و اولویت‌های سیاست خارجی کشورش برشمرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت بیمه بیکاری کسانی که در جریان کرونا بیکار شدند تا پایان مهر ماه جاری پرداخت می‌شود. آقای شریعت مداری گفت به همین منظور کمیته مشترکی بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شده. بعضی از افرادی که در جریان کرونا بیکار شدن و اسمشون در سامان ثبت شده هستند که هنوز موفق به دریافت کمک هزینه بیمه بیکاری مصرف سازمان ملی کرونا نشدند. سازمان تامین اجتماعی وعده کردند که تابان خرداد ماه رو هر چه سریعتر پرداخت کنن، یعنی اماندگی خرداد ماهی که موجود هست حتما پرداخت خواهد شد به فوریت. گفتن که از همین ماه انشاءالله این کار صورت خواهد گرفت، در چند روز آینده این کار نهایی خواهد شد. بخش هم الان پرداخت شده و انشاءالله از این به بعد هم که طور طبیعی همه اونا که در سامان ثبت نام کردن در کمیته هایی که کارشون ما خیلی تسریع کردیم، مثل از مقررات زائدی که بررسی وجود داشت و زمان بر بود از پیش پا برداشتیم، کمیته مشترک بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه تشکیل شده که هر سایت تسریع کنن و با استفاده از مکانیزم قانون بیمه بیکاری اونایی که بیکاریشون ماندگاره و همچنان ادامه داره بیکاری غیر ارادی اجباری بتونن از مواهب بیمه بیکاری استفاده کنن. میزان تولید شمش فولادی کشور در نیمه نخست امسال از مرز 14 میلیون تن فراتر رفت. انجمن تولید کنندگان فولاد اعلام کرد شرکت‌های فولادساز کشور در این مدت 14 میلیون و 392 هزار تن شمش فولاد تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته 10% افزایش نشان می‌دهد. همچنین میزان تولید محصولات فولادی در 6 ماهه نخست امسال 11 میلیون و 3 هزار تن بود که افزایش 8% را نشان می‌دهد. در پی جهش چشمگیر شمار مبتلایان به کرونا در روسیه، پیامدهای وخیم احتمالی اقتصادی روس‌ها را نگران کرده است. گزارش همکارم از مسکو. موج دوم همه‌گیری کرونا در روسیه با قدرتی چند برابر موج نخست شمار روزانه تلفات و مبتلایان را به شدت افزایش داده و هر روز حد نصاب‌های جدید و البته نگران کننده به صف می‌رسونه. تنها در یک شبانه روز گذشته 15982 فرد مبتلا به کرونا در مناطق مختلف روسیه شناسایی شد تا مجموع مبتلایان از مرز 1,400,000 نفر عبور کنه. همچنین با جان باختن 179 نفر دیگه تعداد درگذشتگان هم به 24,366 نفر رسید. همزمان زنگ خطر پر شدن تخت‌های بیمارستانی به صدا در اومده و مقامات بهداشتی در حال تدارک بیمارستان‌های صحرایی هستند. در حالی که کارشناسان هشدار میدن برای جلوگیری از شرایط غیر قابل مهار همه‌گیری، تعطیلی کسب و کارها و محدودیت‌های سختگیرانه باید اجرا بشه، اما دولت روسیه در برابر این دیدگاه مقاومت می‌کنه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بر اثر برخورد سواری فراید با نرده حفاظ حاشیه راه در محور قم جعفریه، چهار تن از سرنشینان خود را در دم فوت کردند. سرهنگ مختار پناهی رئیس پلیس راه قم علت حادثه را بی احتیاطی راننده فراید به علت توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اعلام کرد. رئیس جمهور گفت دولت اولویت اصلی در فعالیت‌ها را سلامت مردم قرار داده است. آقای روحانی در جلسه با متخصصان مقابله با کرونا سراسر کشور افزود
پروتکل‌های جدید برای مسافرت‌ها تعیین خواهد شد. من خدمت عزیزان عرض می‌کنم که دولت با همه امکانات که در اختیار داره، اولویت اولش سلامت مردم هست. این به عنوان اولویت اصلی همه ما هست و هر توان و امکانی که در اختیار داشته باشیم در خدمت مردمه. و بخش درمان ما که کار عظیم و بزرگی رو تا امروز انجام داده، همه ما احساس میکنیم بار بسیار سخت و سنگینی بر دوش دارن و این رو چیزی نیست که بشه کتمان کرد. همه مردم ما هم قدرشناسن، قدردانی میکنن، همه ما قدردانی میکنیم از همه عزیزان در سراسر کشور به خاطر این تلاش های عظیم و بزرگی که تاکنون انجام دادن. و من خواهش میکنم برخی از موارد هم نیاز به پروتکل های جدید داره که حالا وزارت بهداشت ما مرتب داره برای کارهای مختلف پروتکل تهیه میکنه. مثلا برای مسافرت ما باید یه پروتکل کامل تهیه کنیم.